به نام خدا، با سلام خدمت هنر آفرینه عزیزم. این سری اومدیم با آموزش گل رز نیمرخ که براتون میخوایم انجام بدیم و امیدوارم که لذت ببرید. برای گلی که من میخوام براتون بدوزم، چون روی کیف کوچیکه یه دایره علامت زدم، همونطور که میبینیم با کوکای شل، چون پارچم مشکیه ته رو نکشیدم چون خیلی مشخص نمیشه. پس با کوک شل محدوده رو مشخص میکنیم. برای این روزی که من میخوام بزنم یه دونه تقریبا دایره است، ولی همطور که مشخصه توی عکس این قسمت ارتفاع گلمون یه مقدار نیم سانت کوچکتر، اینجا 4.5 تقریبا و این قسمت 5 سانته و گل من نگاهش به این سمت، یعنی اینجا بالای گله، اینجا پایین گله. میخوام از این قسمت شروع کنم به دوختن. خب برای اینکه شروع کنیم از بالای گل شروع میکنیم. ببینین پارچه من مخمل هست، مخمل مبلی، و مسلما روی پارچه مخمل دوخت یه مقدار سخته و سوزنتون سخت خارج میشه، ولی خب من رو پارچه هایی که از این زخیم ترم بودن کار کردم. فقط موقعی که سوزن رو میخواییم بیرون بیارین، باید یکم سوزن رو بازی بدین دیگه، تکونش بدین تا از پارچه بیرون بیاد. از قسمت بالا که روبانو در آوردیم، یه شلال پفکی به اصطلاح شلال حجم دار به این قسمت میزنیم. به این حالت پفکی که میگیم، منظور این که شلالمون تخت نباشه و یه حالت برجسته داشته باشه. ببینید من خیلی نکشیدم، اینجا مشخص. برای قسمت بالای گل ما به 3 تا شلال نیاز داریم. سوزنم هم همون سرپیکانی هستش، چون خیلی تو کامنت ها یا تو دایرکت پرسیده بودن که سوزنتون هم نشون بدین. یعنی فرق نداره کدوم سوزن رو استفاده میکنید، فقط روبان های پهن باید سوزن سرپیکانی یا سوزن های زخیم باشن. خب شلال سومم از کنارش میزنیم، یعنی سخت میره توی پارچه، ولی خب با یکم فشار انجامش میدیم. خب ببینین این 3 تا شلال پفکی که برای بالای گل نیاز داریم، این شلال ها رو که زدیم، بعد با همون روبانمون یه روز آفتاب درست کردیم که آموزششو من تو پستای قبلی براتون گذاشتم، اگه ندیدین حتما برین نگاه کنید. روز آفتابمون رو با چند تا کوک روی شلالا، ببینین نه خیلی بالا میزنیم نه خیلی پایین، به این حالت یه کوچولو از شلالا مشخص باشه. اینجا با چند تا کوک فیکسش میکنیم. خب روزمونو که روز آفتابمونو که دوختیم، برای ادامه گلمون از قسمت بالا چپ یا راست فرقی نمیکنه، سوزنو در میاریم و از روی این آفتاب رد میشیم. روز آفتاب این قسمت، این نقطه مقابل
سوزن رو فرو میکنیم. بعد به این شلالمون یه پیچ میدیم. ببینید به این حالت به شکل گل طبیعی به خودش بگیره و آروم آروم شلال رو میکشیم. پس اینجا یه پیچی خورد رفت تو این قسمت فرو کردیم. حالا دوباره از نقطه مقابل قرینه همون دوخت ما میدوزیم. از اینجا شروع میکنیم به این نقطه قرینه همون دوخت، یعنی یه دونه اینطوری تابش میدیم و میکشیم بقیه رو بون رو. باید تمرین کنین تا بتونین انجامش بدین، یعنی طوری نیست که دفعه اولتون باشه و خیلی بتونین سریع یاد بگیرین یا با یه بار در نیامدن گل ناامید بشین. نه، این گل تمرین زیاد میخواد، حتما چند سری انجامش بدین، مطمئنم میتونید. خب این دوتا رو که قرنه هم بود دوختیم، حالا یه دونه از همینجا یه شلال قسمت وسطش میذاریم. ببین از اینجا خب به اینجا، یعنی تقریبا وسط گل میشه، وسط این دوتا گل برگ قبلی. بعد این شلالمونم حالت برجسته و به این حالت ببینیم یه حالت ایستاده داره اینطوری، نمیکشین کامل. خب دوباره از این کنار دوباره به این قسمت شلال میزنیم. همون پیچی که گفتم بهش حتما بدیم. ببینید دوباره از نقطه مقابل به این قسمت مثل سری قبل شلال میزنیم و به گلبرگمون تاب هم میدیم. بعد دوباره یه گلبرگ وسط این قبلی ها به این حالت. خب دوباره از این کنار یه شلال دیگه.